سلام کارکرد سه سال حکومت سرپرست امارات اسلامی در بخش‌های مختلفی که کار کردن امنیت عفو عمومی زبیح مجاهد چند روز قبل که این موارد را یاد آور شدند و در بخش مبارزه با مواد مخدر در بخش صحت در بخش نشست دوحه و چندین موارد دیگه هم از روابط حسنه با کشورهای منطقه جهان همسایه های ما و در همه موارد کارکرد سه ساله حکومت سرپرست امارت اسلامی را مورد بس میگیریم آما جمشه با من فردین فدایی مهمان ما جناب محترم شیخ سید هاشم جوادی بلخابی رئیس حل منازات دهنشین و کوچی های ما با ما هستند جناب بلخوابی صاحب خوش آمدید شکر از شما و خیر باشین سلامت سه سال پسین که سه سال گذشت حکومت سرپرست امارت اسلامی دستاوردهایش در بخش عفومی که جناب مجاهد صاحب که یادآور شدند تامین امنیت مبارزه با مواد مخدر ایجاد کمیسیون تماس با شخصت های سیاسی روابط سیاسی با کشورهای منطقه همسایه‌های ما سفرهای مقامات امارت اسلامی به نشست دوها در همه موارد صحبت ها می داشته باشیم از اینجا شروع میکنیم کار کرده حکومت سرپرست تا چی ارزابی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم با تقدیم سلام خدمت شما و همکاران محترم شما و بینندگان عزیز رسانه موجه و جهانی شما سلامت ما و شما که در داخل کشور زندگی میکنیم و تحولات زیادی را در, در کشور خود دیده ایم در طول بیش از چهار دهه و بعضی از هموطنان عزیز ما و شما اگر سن نشون ایجاب نکنه یقینا از بزرگان و ریشتفیدان و متنفذین شنیدن و یا از تاریخ معاصر ما و شما در جریان قرار گرفتن که متاسفانه در طول بیش از چهار دهه کشور ما و شما دوچار یک تلاتم طوفان ناآرامی و انقلابات مکرر یا اشغال مکرر و تعبیر دیگر و تجاوزات مکرر از جوانب مختلف کشورهای دورتر در همین چل سال در همین بله حدود چارده و اندی از طرف کشورهای دورتر ناتو و در رسون آمریکا و اخیرا در این 20 سال بوده و قبل از اون اتحاد جماهیر شوروی شاهد بودیم که در واقع همه اساسات زیربنایی فکری جامعه و تجاری اقتصادی و فرهنگی در همه ابعاد دوچار تنش ها کنش ها و واکنش ها و صدمات بیشماره شد و تا زمانی که امارت اسلامی افغانستان قبل از سه سال و نظام امارت اسلامی را مستقر بکنند در کشور ما و شما دیدیم که به تعبیر واقعی نه استقلال در کشور ما و شما بود نه امنیت در کشور ما و شما بود و نه آسایش روحی و روانی و فیزیکی کشور اشغال شده بود در کشور ما شما بود یعنی اشغال همه جانبه هم اشغال فرهنگی هم اشغال فکری هم اشغال فیزیکی و نظامی و ناامنی های فیزیکی و فکری با همه ابعاد اون واقعیت در کشور ما شما جریان داشت و همه ما شما شاهد بودیم الحمدلله با استقرار نظام امارت اسلامی افغانستان چنانچه که شما در مقدمه اشاره فرمودین نه. اکثر این مشکلات و یا همه این مشکلات تا حد ممکن رفت شده مثلا مسئله امنیت یک مسئله اساسی در هر کشور هست در هر جامعه در هر خانواده این شرط اولی <تصفح> زندگی واقعی انسان و بشر و جامعه است که امنیت داشته باشه حداقل امنیتی ما با مشکل امنیت در سطح افغانستان و بله فعلا ما شما شاهد هستیم شبانه روز چونانچه اشاره فرمودین که موضوع کوچی و دینشین در گذشته سازمان ملل یک در این خصوص یک تحقیقی را در اواخر جمهوریت منتشر کرده بود و یوناما در سال گذشته و سال در مورد همی بخش کوچی بخش و دنیشین مشکل مثال که یکی از گزینه های ناامنی ملی بود یوناما خود ایشان در او تحقیق <coughs> گفتن و اجالتان که در نظام جمهوری اسلامی مسئولین یوناما مکرر با ما و اعضای شورای مجلسه داشتن می گفتن که ما از کابل تا میدان وردک از میدان وردک تا بهسود از بهسود به ولسوالی ها امکان رفت آمد ما زمینی و کلی نبود و در هوایی هم ما گاهی مورد حمله قرار می گرفتیم از جانبین نامعلوم به نام کوچی و دینشین و عملات اون رو انجام می معلوم نبود کی بود معلوم نبود کی بود دولت بود <تصفح> آمریکایی بود کسانی گماشته شده بودند به نام کوچی و دینشین برهن. خلاصه یک ناامنی فضاینده حتی برای سازمان ملل و ایشان میگفت که برای ما خیلی جالبه که حالا ما در هر لحظه از 24 ساعت که اراده میکنیم در دورترین قریه ها و قصبات در ولوسوالی های مختلف کوهستانی زمینی سفر میکنیم و هیچ گونه مشکلی در این سال متوجه ما نشده و حالی که مقایسه میکردن در جمهوریت با اون همه نیرو امکانات خارجی و داخلی اونا امکان سفر نداشتن و علاوه بر او در بین برادران کوچی و دینشین ما شما شاهد بودیم که ده ها نفر صد ها نفر از جانبین کشته می شدن قریه ها خالی شده بود راه ها بسته شده بود جنگ های نامعلوم و آینده تاریک بین حالا این موارد برداشته شده فعلا در طول سه سال استقرار نظام امارت اسلامی افغانستان ما در بین برادران کوچی و دینشین با کلی هیچ گونه زایعه جانی نداشته ایم و این به همت مسئولین امارت اسلامی، رهبری امارت اسلامی، وزارت محترم مربوطه اقوام و قبول خصوصا والی صاحب های محترمی، ولایت ها و ولسوال صاحب ها، کماندان صاحب ها، استخبارات مربوطه همه اینها هماهنگ همکار تا هست همکار بودن با ما و همکار هستن و جلوی همه اون نامنی ها و ها در بین این دو طایفه مؤثر و مهم هموطن ما شما گرفته شده زیرا که هر کشور نیاز به هم زراعت و دهنشینی و پرورش انواع و اقسام مزاره داره و هم نیاز به دامپروری و کوچیگری و پرورش احشام رو بله. داره خو خب این دو تایفه اگر در گذشته با هم درگیر بودن یعنی کل کشور نامون بود بله. و حالا که در این سه سال مثل برادر اینها در کنار هم مینشینن با هم زندگی میکنن کوچی کوچیگری و دامداری خودشه به خوبی پیش برده و دینشین کار و زحمت و کشاورزی و باغداری خودشه به خوبی پیش برده و هیچ گونه زای انسانی نداشتیم یک نمونه بود که مربوطی به شما مربوط به وزارت محترم اقوام قبایل میشین اجالتا رئیس عمومی کمیسیون متشکله در خصوص کوچی و دینشین وزیر صاحب اقوام و قبایل جناب مولی صاحب نوری اخیرا مقرر شدن در کل که اونجا یک کمیسیون هست و اعضای او کمیسیون از مسئولین برجسته دولت هست معاون جناب وزیر داخله خلیفه صاحب حفظه الله در او کمیسیون حضور دارن نماینده وزیر زراعت و مالداری اونجا هستن و از چند تیم از چند وزارت بله بله تشکیل داده شده جناب بلخوابی صاحب بله موارد خوبی را گفتین وزارت اقوام قبایل که قبایل هم مربوط از اونا میشه سرحدات مربوط وزارت محترم اقوام قبایل میشن بله این مشکلاتی که از آدرس پاکستان ایجاد شد درست حملاتی که در ولایت های کنر انجام دادن و بالاخره راکت ها بود و مشکلات را مردم متقبل شدن ما و شما شاید از این موارد بودیم بله واقعا اقدام شما چی بود از وزارت محترم اقوام و قبایل واقعیت اینطوره که ما در زمانی جمهوریت در دهه دومش دو در زندان هم که بودیم گاهن از طرق مختلف میشنیدیم که درگیری های مختلف در مرزهای افغانستان و پاکستان واقع میشه و در یک مورد شنیده شده بود که 5000 انواع شلیک های سلاح سنگین مثلا به ولسوالی دانگام شده در او زمان و حتی یک فیر هم متقابلا در جواب اون از طرف دولت افغانستان و آمریکا و ناتو نشده بود یعنی چنین تجاوزاتی در او زمان آشکارا بوده اما در زمان امارت اسلامی افغانستان ما شما دیده ایم که اگر احیانا از طرف هر همسایه اکسال عملی منفی شده چه نظامی چه سیاسی متقابلا هر وزارتخانه در امارت اسلامی بر حسب وظایف محوله خود اکسال عمل نشان داده اکسال عمل سیاسی یا احیانا دفاعی اگر چنانچه که دیده شده باشه کدام برخورد از طرف خصوصا پاکستان و بنابراین در زمان امارت اسلامی افغانستان استقلال و تمامیت ارزی کشور ما شما محفوظ بوده از همه جوانب همسایا خصوصا از طرف پاکستان که در گذشته هم کدام تنش مرزی بوده و فعلا هم بوده مشکلات حل فعلا کدام تهدید مزله جدی نیست دیگه وجود نداره بر فرضی که احیانا اگر چنانچه اتفاقی بیفته یقینا همونطوری که امارت اسلامی افغانستان با متجاوزین در گذشته جهاد کرده برخورد کرده و دفاع کرده از تمامیت ارضی افغانستان و حیثیت ملی ملت افغانستان و انفاظ شریعت احیانا اگر خدایی نکرده باز هم کدام متجاوزی دست درازی آماده باش هستید با یقینا که امارت اسلامی افغانستان دفاع میکنه از تمامیت ارضی افغانستان چنانچه چه این کار کرده درست جناب بلخوابی سب عفو عمومی که از آدرس امارت اسلامی که رهبر امارت اسلامی در اوایل که آمدند عفو عمومی کردند تعداد از افراد اشخاصی که در بیرون از افغانستان هستند اونا میگه عفو عمومی اصلا وجود نداره باز هم میگه مردم با مشکلات متقبل میشن و بالاخره نظامی ها شکنجه میشن بعض موارد را که اونا یادآور میشن این موضوعات را که اونا یادآور میشن شما چی تفسیر چی صحبت در قبالش داره؟ چنانچه که اشاره شد کشور ما و شما در طول بیش از چهارده مورد تجاوزات مکرر قرار گرفته تحولات مختلف شده و ناب سامانی های خیلی گسترده وجود داشته در زمان امارت اسلامی افغانستان بعد از عفو عمومی به نسبت نظام های گذشته الحمدلله عفو عمومی به درستی عمل شده و اجرا شده در داخل واقعیت اینه که کدام مورد مستند که عفو عمومی را نقض کرده باشه دیده نشده اما ای که در خارج چه هموطنان عزیز ما که در خارج هستند و یا کشورهایی که در افغانستان دچار شکست شدن و ضربه به اونها وارد شده حیثیت اونها در افغانستان زایه شده مثل آمریکا و یا بعضی از اعضای از از ناتو یا همه اعضای ناتو بر اساس تبلیغات اونها در خارج تبلیغات منفی علیه نظام امارت اسلامی و یا به تعبیر تهاجمات فکری و تبلیغاتی و رسانه‌ای متوجه امارت اسلامی افغانستان میشه ما و شما در داخل کشور هستیم میبینیم که این هیچ نیست گونه نقضی بر عفو عمومی دیده نشده و مستند وجود ندارد تامین امنیت در سطح افغانستان بله یقیناً،, یقینا که شما هم اهالی رسانه و ما هم بر حسب وظیفه‌ای که داریم و همه اتباع افغانستان اهم از همه جنسیت ها و همه سنین مختلف و همه اقوام مختلف و همه مذاهب مختلف شبانه روز در سراسر کشور الحمدلله با امنیت کامل عبور و مرور میکنن امنیت جانی مالی ناموسی و فرهنگی و فکری و غیره برای همگان تامینه الحمدلله کدام تهدیدی دیده نشده و وجود نداره و این واقعیتیه که دنیا هم میبینه و بعضی کشورهایی که منصف هستن و بیطرف هستن معترفن به اینکه این امنیت در طول چهل و سه سالی که تحولات بوده بیبدیل و بینظیره یعنی امنیت سر تا سر افغانستان تامین است شما با موتر میرین به خاطر حل مشکلات دهنشین و کوچی های ما بله ما تا یا جایی که ما. بله تا جایی که امکان داشته باشه خب <تصفح> به هر جهت با موتر میریم و بسیاری از قله ها و دره ها یا به تعبیر دهنشینان ما قله ها و جاها عبور و مرور موتر هم ممکن نیست موتر هم ممکن نیست در شبانه روز میشه که ساعت ها با بعضی اعضا پیاده میریم و به اصطلاح اونجا اگر احیانا احتمال کدوم عرایز باشه و احیانا عرایز هم خیلی جزئی هست رسیدگی میشه نه تنها با موتر بلکه پیاده و احیانا به وسیله مرکب های سنتی قدیمی و این هم الحمدلله هیچ در ولایت های دوردست هم اگر باشم بله ولایت های دوردست بله ولایت های دوردست قریه و کله های کوه ها یک جای یکی دو هفته پیش اونجا به اصطلاح عریضه بود که برادرهای کوچی ما اونجا خیمه دارن و کشاورزی گفته بود که چوپان اینها خواب رفته و مزرعه ما یک مقدار خسارت دیده اونجا جایی بود که برادرای کوچی ما در حدود 15 روز پیش میگفتن ما از آب برف استفاده میکنیم یعنی اینجور قله های مرتفع در بین بامیان و بیستودین یعنی معروف به کوه های بابا در بعضی اینجاها ساعت ها پیاده روی میشه عصر میشه شب میشه شب اونجاها میمانیم الحمدلله هیچ گونه آرزه و زایعه تهدیدی برای امنیتی هیچ کس دیده نشده جناب بلخابی سب چون بس ما بس عمومی است کارکرد حکومت سرپرست امارات اسلامی که در سه سال چی گذشت چی کار شد چی برنامه داشتن و کارکرد کار جدیدشان روی چی موارد میچرخه جناب بلخابی سب احسار یا دیوارای م... که کشور ایران دولت ایران هم گفتن که ما در شرق افغانستان فکر کنم نیمروز گفتن یا کدام ولایت های ما اونجا میگن که ما 330 فکر کنم 27 کیلو متر سرک ایچی کشی میکنن معاون سخنگوی امارات اسلامی هم گفتن که از استقبال کردن چقدر نتیجه خوب داره مطلوب مت، داره ام. جلوگیری از قاچاق مواد مخدر قاچاق انسان آیا جلوگیری میکند مؤثر است یا خیر طبیعیه که هر کشور در حدود و سقور و مرزهای خودش صاحب اختیاره هر نوع موانعی که ایجاد میکنه سرزمین خودش هست و خاک خودش هست و اختیارات خودش هست و مسلحت خودش هست از این لحاظ اگر جمهوری اسلامی دیواری یا حصاری یا هر مانعی که ایجاد میکنه برای امنیت لازم او از اختیارات خودشونه و امارت اسلامی افغانستان هم اگر استقبال کرده طبیعیه که استقبال بکنه به خاطر اینی که امارت اسلامی افغانستان با هر نوع قاچاق مخالفه و با هر نوع ناامنی مبارزه میکنه و مبارزه کرده که در رأس اون قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسانه که در تاریخ های معاصر که ما شما دیده ایم، این قاچاق مواد مخدر، کشت و مواد مخدر و سرازیر شدن اون و کشورهای همسایه از طریق اون به کشورهای دوردست اروپا آمریکا خصوصا از طریق ایران و ترکیه یک امر معمول متداول و انبوه بوده ولی در زمان جمهوری اسلامی همانگی جمهوری اسلامی با امارت اسلامی کشت و زرع و حمل و نقل و تجارت و مصرف و صدور اون ممنوع شده و یکی از اون موانع ممکنه همین حصارها و همین جناب صاحب با مزرد در قبال ماجرین ما <applause> بله سال گذشته ما شما شاهدش بودیم سیلی از ماجرین اجباری کوچ اجباری دادن درست خب امارت اسلامی مدیریت چطور بود در قبال و امسایه ها با امسایه خود چه رقم باید روابط داشته باشه که خط نشه در این خصوص بحث مهاجرین یک بحث عمیق و تقریبا دامندار و از طرفی هم طویل المدت بوده بحث مهاجرین به کشور همسایه بحث مهاجرین به کشورهای دوردست مثل اینکه اخیرا، آلمان گفته که مهاجرین افغانستانی یا سوری یا غیره را بعضی موانع برای اونها ایجاد میکنن بهانه هایی را برای اخراج اونها با اینکه خودشون رو کشورهای متمدن میدونن و مهاجر در اونجا به او حد گسترده هم وجود نداره و کشورهای همسایه میزبان تعداد انبوهی از هموطنان ما و شما بودن در طول این مدت و ما و شما شنیده امارت اسلامی مسئولین مربوطه دائما از همکاری کشورهای همسایه گذاری کردند و برای همکاری بیشتر کشورهای همسایه را دعوت همسایه به به در قبال مهاجرین چی بله کشورهای همسایه به خیشتنداری و همکاری و صبر و حوصله کردند در قبال مهاجرین تا اینکه بستر مناسبی در کشور ما شما آماده شه برای مراجعت مهاجرین و یقینا کشورهای همسایه هم تا حد امکان در خصوص با امارت اسلامی همکار بودن واقعا اون چی که در توانشون بوده احیانا جلوگیری شده و بعضی برخوردهای های نامناسب و احیانا فیزیکی و یا تبلیغات علیه مهاجرین که در بعضی کشورها دیده شده بوده بعد از نشست ها و همکاری جانبین هم همسایه و هم مسئولین امارت اسلامی جلوگیری شده و رسیدگی شده توجه شده از آدرس ماجرین خب بدون شک سازمان ملل بخش ماجرینش پول بسیار گزافه به اون کشورها پرداخت میکنن درست مم. از اون پول هم مستفید مم. میشن و اینکه شاید نیروی کاری جوان هم نداشته باشن از آدرس مم. این افغان ها استفاده خواد کردن خب بله یقینا که یک جمع انبوه از مهاجرین در یک کشور باشه در او اقشار مختلف وجود داره احیانا در بین اونها ممکنه طبیعی هست انسانهای خطاکار یا احیانا نامناسب هم ولی به حد اقل بنابرای گفته کشورهای همسایه که در بین مهاجرین مسائل جنایی و مسائل خلاف قانون بسیار اندک و نادر بوده و از این جهت نگرانی کشورهای همسایه نداشتن و یقینا که از وجود مهاجرین اونجا استفاده میشه از سلامت. لازم فکری فیزیکی و هر کس در رشته و در تخصص خودش اونجا یقینا خدمت میکنه و از طرف دیگه سازمان ملل و بر جهت امور دقیق به ما شما معلوم نیست که واقعا در قبال مهاجرین اون حمایت و همکاری کافی و لازمه به کشورهای همسایه در زمان امارت اسلامی داره یا نداره در سابق و ممکنه داشته باشه چرا که حکومت افغانستان مورد تایید غربی ها بود و فعلا که امارت اسلامی افغانستان رو اونها بعضا به رسمیت نشناختن یا ارتباطاتشون ضعیفه در اینجا شکست خوردن کشورهای غربی شاید که انتقام جویی بکنن مثل اینکه سرمایه افغانستان رو محبوس کردن سلامت. و اونا به حد کافی در قبال مهاجرین کمک های لازمه نداشته باشن این آمار به ما شما معلوم نیست بخیر باشین جناب الخابی صرف. وقفه داریم زود برمیگردیم بازم سلام مجدد جناب بلخابی سب مبارزه با مواد و مخدر چقدر کار امارت اسلامی مورد تاییدتان هست؟ در گذشته ها ما شما ریاست, ریاست های پرهزینه در رابطه با مبارزه مواد و مخدر داشتیم در کشور خود و همونطور ادارات مختلف هم بخش های دیگر نزدیک به چهار میلیون معتاد داشتیم بله در کشور ما شما هزینه ها و بودجه های کلان در رابطه با مواد مخدر و به نام مبارزه با مواد مخدر از سرمایه افغانستان هزینه می شد. ولی نتیجه اون رو ما شما دیده بودیم که مطلوب نبود بله یقینا خیلی زیاد منفی و مضر و معکوس بود مثلا معتادین ما شما چنانش که اشاره فرمودین حدود 4 میلیون یا کم و بیش این خیلی یک جمعیت زیادی هست از جمعیت موتاعتش. بسیار از کشورها زیادتر معتاده و ما شما در کنار دیوارها خرابه ها زیر در صحرا و در شهرها و قریه ها آشکارا میدیدیم از همه اصناف و از همه جنسیت ها اطفال بودن خانم ها بودن آقایون بودن تحصیل کرده ها بودن حتی انجینیر ها بودن دکتر ها بودن در بین متادا متاسفانه و حالا ما شما که در شهر کابل و در سرتاسر سر افغانستان ابرو برو مرور می کنیم متادی را نمی و ای به این معنا هست که امارت اسلامی افغانستان یکی برای تداوی اون و مدیریتشان خوب بودن بله برای تداوی متادین جمعوری متادین و دلسوزی به خانواده های اونها که بی شده بودن موفق بوده اینها را جمعوری کردن این کمپ های کمپ ها کرده باشن بله تداویه. کمپ ها هست شفاخانه هست به اینا رسیدگی و توجه شده حقوق ملی و بشری اونها اعاده شده و برگشتن به خانواده زیادیشون. ما میشناسیم که الحمدلله خوشحالند که سالم شدن و به خانواده خودشون برگشتن و این یک بعد از برگشت بعد زمینه کار برایشون فراهم شد دیگه بس کشور ما و شما در طول سالهای گذشته دچار مشکلات اقتصادی بوده خب کار به حال برای عموم ملت اون حد مطلوب رفاه و کار و درآمد وجود نداره اون هم که به جمع ملت برگرده و یک انسان سالم باشه خانه‌ها در فراخور حال خود یک شغل پیدا میکنه یا شغل قبلی خود را پیش میبره و یا احیانا امارت اسلامی در حد امکان حالا بوتادین کم شده بله برای اونها شغل هم در نظر میگیره نه. و در ملای عام خب موتاد هیچ دیده نمیشه نه میشه نه. گفت که موتادی وجود نداره اما اگر وجود داره و این طرح ترک اینها تکمیل نشده در شفاخانه ها و کم ها باشن دیگه دسترسی به مواد مخدر ندارن این یک بود قضیه بودی دیگه که به اصطلاح کشت و زرع مواد مخدر، تجارت مواد مخدر و نگهداری مواد مخدر، مصرف مواد مخدر همه اینها جرم پنداشته شده و امارت اسلامی با امکانات کم بدون همکاری جهانی جدا برخورد صادقانه کرده ما شما میبینیم که در کشور ما شما جایی دیده نمیشه که در او کش شده باشه یا نگهداری شده باشه یا کسی تجارت بکنه اگر این چنین موارد دیده بشه یقینا که امارت اسلام برخورد میکنه و نمیشه گفت که به صفره ولی به بهترین شرایط فیصدی, اگر باشه فیصدی بسیار اندک مثل سایر جرائم که احیانا قتل هست خو نمیشه گفت در جامعه نیست بسیار به ندرت سرقت هست بسیار به ندرت در کل جهان یا مثلا اختطاف و غیره بسیار به ندرت این به اصطلاح پدیده جرمی هم به همو حد تقلیل یافته و حالی که در گذشته دامنگیری عام بود جناب بلخوابی سپ سپاسگزار ایجاد کمیسون تماس با شخصیت ها در اوایل امارت اسلامی ایجاد شد چقدر موثر بوده؟ یقیناً که حسن نیت و شفقت نظام امارت اسلامی افغانستان و عموم ملت افغانستان در داخل و خارج چه اونهایی که در گذشته سمت و جایگاهی نداشتند و چه اونهایی که سمت و جایگاهی داشتند و مرتکب قتل و حملات شبانه راهنمایی خارجی ها دعوت خارجی ها و تجاوز در افغانستان همه اینها <applause> شامل عفو عمومی که شد این کمیسیون هم یکی از خدمات امارت اسلامی اون افراد اشخاصی که در بیرون هستن که میگنی ایجاد کمیسیون و تماس با شخصیت ها به منوال است که میگه اگر در افغانستان به با باز با اونا حسابی میشه و مشکلات است خود دو مورد است یکی بس اقلاب دست یکی اقلا هست درست؟ ام. اگر اقلا باشه خب امارت اسلامی میگه ما بخشش کردیم و شما میتونین به کشورتان بین و با آسای زندگی بکنند اما اقلت خب باز نمیتونن از فرد را یا اگر زمینش غصب کرده باشن خانه غصب کرده باشن از آدرس از این شخص این آدم متضرر با شده باشه با اسناد و ثبوت و شواهد اینا را خونه نمیتونن بخشش کنن اینا باید باز پاسخگو باشن درست بله واقعیت اینطوریه که اعضای امارت اسلامی ما خیلی برادرها را میشناسیم که قاتل خودشونو میشناسن قاتل برادرشه قاتل پدرشه و قاتل هم س... قاتل همسنگرش میشناسه در قریه یا مثلا در شهر قاضیشه میشناسه سارنوالش میشناسه نه میشه که ادعای شخصی بکنه ولی نمیکنه میگه عفو عمومی شده شفقت شده در امارت اسلامی و حق الله بخشیده شده هر موضوعی که بود بخشیده شد از جنگ و... حق خود هم میگذاریم من باب مثال باب مثال موقعی که جناب مولوی صاحب انس حفظه الله را با حافظ صاحب رشید به بگرام آورده بودن اونجا بگرام محبوس بودند، اسیر بودند ظاهرا آقای مسلمیار در مجلس سنای او زمان گفته بودند بشار سرهند حضور داشت رسانه ها که رای حل قضیه اینه علنا که چون اشاره در رسانه ها رای حل قضیه اینه که آقای انس حقانی رو به دار بالا کنین در اون صورت امنیت به کشور باز ولی وقتی که جناب انس آزاد شدن از اسارت و ایشان پیام دادن که شما وطن شماست اگر تشریف بیارین هر خدمتی که باشه ما صادقانه خدمتگاری شما هستیم و هیچ مشکلی با شما نداریم هر چیزی که شده از او گذشتیم نه این موارد میتونه سگنه که انتقام بگیره هر کاری میتونست اگر خودش رفته بود بستگانش اینجا بود و به اصطلاح مم... کسانش اینجا بود از طرف دیگه دارایی های اونا, اونا هر یکی دارایی شما هم در زندان بگرام بندی بودید فکر کنم زندانی چند سال زندانی بودید ام ده سالی شکنجه شده ده خواه خان زندان بگرام یک زندان غیر انسانی و غیر طبیعی و غیر معیاری و ضد بشری بود هر کس که اونجا بود ها. خارجی ها در اونجا بود که شکنجه بله. میکردن یا افغان ها و در بگرام غالبا شکنجه های پیشرفته و مدرن روانی از طرف خارجی ها سازماندهی میشد مجری اون در ابتدا خودی خارجی ها بودن بعدن هم داخلی ها بودن اما از طرف خارجی ها به نحو دقیق کنترل میشد یعنی اگر شما هم یقین اطلاع دارین کامرا های خیلی پیشرفته در هر سلول نصب بود که هم در برج های کنترل خود خارجی ها, ها در بگرام کنترل می و همون لحظه آیس آی و پنتاگون در آمریکا لحظه به لحظه هر سلول و هر فرد را کنترل می کرد و دستور خاص میداد که چه نوع شکنجه های روانی به اونا اعمال شد آیس آی هم در روژه نقش داشت؟ سی آی امریکا آه, آه. بله. ما گفت آی؟ گفتم البته ما زمان که بگرام بودیم شنیدیم که از آیس آی یک افسر اون افغانایی که در در بخش نظامی بله بودن که شما را شکنجه و... اگر کرده باشند بله. مشناسین یقینا میشناسین با ایشان کار ندارن در داخل کشورن بعضا در خارج کشورن و هیچ کاری نداریم بلکه گاهی وقتا شما را اینا رو پیدا می‌کنیم، زنگ می‌زنیم که اگر امرو خدمتی باشه هست. ما در خدمتشون هستیم و صادقانه هم هست واقعا روابط سیاسی با کشورهای منطقه امارات اسلامی رابطه چطور هست؟ روابط امارت اسلامی افغانستان الحمدلله چرا بر رسمیت نمیشناسن امارات اسلامی را؟ خب تعریفی از رسمیت اگر ما شما به عنوان یک رابطه همه جانبه و دوستانه و صادقانه داشته باشیم خیلی از کشورها به این معنا به رسمیت شناختن حدودی چل کشور یا کم و بیش و اگر تعبیری که غربی ها میکنن تبلیغات منفی میکنن میگن به رسمیت نشناخته کسی و اونها بر رسمیت نمیشناسن موانع ایجاد میکنن خب او یک تعبیر و یک تبلیغ منفی هست امارت اسلامی افغانستان با کشورهای همسایه با کشورهای دورتر در نقاط مختلف جهان روابط نیکو حسنه داره و ما شما شاهدیم که سفارت ها خیلی زیادیشون اینجا فعالیت دارن دیپلمات ها و مقامات مختلف کشورها به افغانستان رفت آمد دارند و گفتگوهای زیادی را ما شما شاهد هستیم این به این معنا هست که امارت اسلامی افغانستان در سیاست خارجی خود کار کرده میرن به خاطر رسمیت کرده و موفق بوده و خانه زمانبر هست و تدریجا این کار عام خواهد شد و فعلا هم کشورهای زیادی الحمدلله ارتباط وجود داره کشورهای جهان مخ... ب... کشورهای بیرونی ام. در جمع اینا میگن حقوق بشر در افغانستان پامال است نظرتون در قبال از اونا چی هست؟ حقوق بشر تعریف خاصی مشخصی دقیقی وجود نداره و نشده از طرف خود غربی ها هم و در کدوم جایی هم دیده نشده حقوق بشر از نظر شرع مقدس اسلام اون چیزی که برای کرامت انسانی لازم باشه در افغانستان یقینا رعایت میشه و اگر به معنی که غربی ها احیانا در حکومت های دموکراسی اونو لحاظ میکنن که او خلاف شریعت باشه خلاف فرهنگ مردم افغانستان خلاف انعنات مردم افغانستان باشه از قبیل برهنگی و اختلاط مرد و زن و احانت فکرشان به است که حقوق بشر یعنی برحمه و اینا توهین به مقدسات شرعی مثلا توهین به بانوان کشور ما و شما خواسته باشند که یک بانوی مسلمان مثل یک بانوی مسیحی یا مثل یک بانوی کمونیست و بیدین یا مثل یک بانوی سکولار ظاهر شه او را حقوق بشر بدانن نایت کلب ها باشه و به اصطلاح سینما های اونچنانی و شب نشینی های اونچنان و دیسکو و غیره و که اونا دارن اگر منظورشون از او باشه در حقوق بشر طب طبعا از طرف امارت مردود است از طرف دین مقدس اسلام بل. مردوده و اونا هم نباید توقع داشته باشن که فرهنگ خودشون رو با کشورهای اسلامی و افغانستان که برای انفاظ شریعت قربانی زیاد داده او را تحمیل بکنن و دیگه خب ما شما شاهد هستیم که یک عدالت اجتماعی وجود داره یک نظام حقوقی و محاکم لازم و قوای مجریه و همه ارگان ها در خدمت مردم هست و کدوم نقضی دیده نمیشه آشکارا که اونها اظهار کردن حقوق بشر در افغانستان باید که در واقع این توجه رو به غزه و فلسطین انجام بدن که ده ها سال هست مردم فلسطین پنهان و آشکار توسط حامیان خود که در رست اون آمریکا هست و عوامل سعیونستی که یهودی های اسرائیل هست نه همه یهودی های جهان یهودی هایی که از طرف آمریکا معمورن برای اخراج فلسطینی ها شهادت فلسطینی ها و توهین به فلسطینی ها و البته که حتی کشورهای اسلامی غیر از فلسطین بنابراین این باید که سازمان ملل و کشورهای مدعی حقوق و بشر این ادار بر علیه رژیم صفاک و یهودی اسرائیل انجام بده که همه دنیا آشکار میبینیم که مکتب اونجا بمباران میشه مسجد بمباران میشه اردوگاه بمباران میشه اطفال بیشمار شهید شدن و بانوان بیشمار شهید شدند افراد ملکی و بی رحمانه و, شادت بله بی رحمانه و همه فجایع و جنایات که ما شما میبینیم نقض بله. حقوق بشر در جهان امروز در رأس اون در اسرائیل و فلسطین اشغالی صورت میگیرد نه در افغانستان و نه در هیچ کشوری نه. در مکاتب بالاتر اصلا ششم برای دختر ما باز میشه؟ خ... گفته میشه که تحصیلات برای بانوان تحصیلات برای بانوان حقشان هست یا یعنی؟ نه؟ ب... مسئولی نمارت اسلامی مکررن فرمودن که شرعن تحصیل علم برای همگان لازمه و صرف نظر از جنسیت چه بانوان؟ فرض است؟ چی آقایان؟ بله اما فعلا هم, که... باز فیلن هم که گفته میشه تحصیل برای بانوان نیست این اغراق هست مبالغه هست به طور مطلق تحصیل برای بانوان فعلا ممنوع نیست چون که چند روزی قبل جناب حنفی صاحب حفظ الله فرمودن که ما حدودا ده میلیون متعلم اگر داریم چهار میلیون اون ها هستن در سینین مختلف خانم ها هستن بنابراین به طور مطلق من نیست اما در یک مقاطعی خاص اگر که فعلا بر اساس حکمت و نبودن بستر لازم مواد درسی لازم و اساتید لازم و مناسب اگر موقتا این تعطیل باشه در آینده ان شاء الله وزارت های تحصیلات عالی داریم،, داریم وزارت معرف داریم اینا موینیت ها دارن بخش پلان پالیسی دارن در این سه سال پلان پالیسی ایجاد نشد یک بنایی که با بزرگان امارت که نشسته می داشته باشین در قبال معرف چی آه. گفتنی دارن اونا؟ یک بنایی که بیش از چهل سال تخریب شده و در سه سال تعمیر نمیشه مراکز تحصیلی ما و شما حقیقت اینه که یک مراکز تحصیلی میاری و مطلوب نبوده اگر می, بود، تخریب شده اگر،, اگر می اگر اگر, اگر بس جناب بلخابی صاحب فحشا بوده؟ اگر آه. بس هجاب مرد نکردن بوده؟ خب اینا پالیسی اجاد بکنن دانشگاه ها باید باز شوه و خانم اگر به کار برن به دلیل از این که اونجا ما میگیم علم بالای زن مرد فرض است طبقه و ناسوزو درست؟ بله و امروزه یک هم ام وطنان ما شاید به خاطر امین که دختر خانم هایی که یا طفلایشان هست یا دخترایی که بالاتر از سنف ششم به درس خود نمیرن یا به دانشگاه ها نمیرن اونها شاید وطن ترک کنن اه؟ حالا با بزرگان امارت که اسلامی که شما نشسته داشتید پیام ها را به رهبر امارت اسلامی می رسانند و پیام رهبر امارت اسلامی چی در قبال درس و تعلیم و کار کردن خانم ها تا حدی که ما شما اطلاع داریم و مسئولین هم چه در رسانه ها و چه در مجالسیشون اظهار میشه کسی مخالف تحصیل و مخالف کار بانوان خیلی مشکل در با کجا هست؟ با میارهای شریعت ایش کسی نیست و وقتی که ما شما معتقدیم امارت اسلامی بر اساس شهر حکومتی تشکیل داده بنابراین اون جناب سه با مذرد چون بحث موضوع بزرگ مملکت هست ما امروز بگیم اگر تحصیلات اگر در دانشگاه ها برای دختر خانمه هم باز شود بالاتر از صنف ششم دختر هم برم به درس خدا ادامه بتن یک طرف موارد بسیار بزرگه چالش برانگیز افغانستان همی است که این معضله حل شود دنیا هم شاید به رسمیت بشناسه و بالاخره کمک های جامعه جهانی هم به افغانستان شروع شود امی کجای کار می لنگه که بس تحصیلات و, و معارف ما که بالاتر از هم ششم نمیرن امارت اسلامی ما که میبینیم وزارت ها وزیر صاحب های بخش های مختلف در جمع همه را که ما میبینیم صحبت ها می داشته باشیم در بورد معرف و تحصیلات صحبت میکنیم اون استقبال میکنن خیکار در کجا لرزش داره که این موضوع حل شده مسائل تحصیل و مسائل داخلی هر کشور مربوط به نظام همون کشور هست اگر خارجی ها به این موضوع انتقاد میکنن یک انتقاد بی ربط و بی جا هست به اونا مربوط نمیشه چون چی که امارات اسلامی اگر بیا به دولت آمریکا بگه که برای بانوان خود چنین کنین که همه باید حجاب بپوشن یقینا نمیپذیرن اونا به حجابی در فرهنگشون است اگر اونها بیاین برای بانوان افغانستان یک تکلیف تعیین بکنن که چنین تحصیل بکنه یا چنین لباس بپوشه یا چنین کار بکنه امارت اسلامی یقینا که مطابق شریعت نباشه نمیپذیره بنابراین تحصیلات بانوان همینطوری که اشاره فرمودین کسی در امارت اسلامی منکر مطلق اون نشده اما مسئولین بر اساس شرایط و ضروریات و حکمتی سه که سال گذشت باز درور... هم باید چند سال دیگر سفری کنند بله ضرورتی که احساس میکنن فعلا این موضوع متوقفه و یک گزینه که اینجا میشه اشاره کرد و بحث لباس به سادگی حجاب حل میشه و یقینا بانوان افغانستان همه مومنه و مسلمان و خانواده شهدا و مجاهدین در چل سال هستند و اینا اطاعت میکنن طرفدار شریعت هستند اما بحث تاسیسات مثلا لیلیه ها و دانشگاه ها سنف ها لوازم اون وسایل ایاب و زهاب و نقل و انتقال که از ولایات بیان اینجا و از اینجا سکونت بکنن و مهمتر از همه بحث متون تحصیلی متون تحصیلی در رشته های گسترده کتوبی که وجود داشته و در اونها مطالب زیادی ممکنه باشه که مطابق شر اصلاح اون کتاب ها و مت... متون درسی اون که حذف شود جناب بلخوا بیسه و... متود درسی بس لباس نمیشه. بس متود بس همه موارد لباس... را وقتی که ما میگیم که پالیسی اجاد میشه تنها لباس آسانه اما لباس باشه متود درسی نمیشه. باشه م... معلم و مدرس و استاد خصوصا در مقاطع بالا تاسیسات تحسیصات ساختمان ها و وسایل حمل و نقل و کتب درسی کتب درسی که ده ها و صدها رشته و هزاران و میلیون ها صفحه هست نه؟ در هر صفحه بعضی کتب ممکنه مطالب غیر شرعی باشه که ربط به علم نداره ترویج و تبلیغ فرهنگ غربه در کتاب گنجانده شده در لابلای مطالب علمی و تفکیک اون و جایگزین کردن اون بعد از یک کشور جنگ زده مثل افغانستان و عدم امکانات کافی این واقعیت کار آسان نیست که عمیقا شما فکر بفرمایید ب غیر از مسئله حجاب و لباس که امکان داره سریع حل شه بقیه این زیربناها واقعیت اینه که نیازی به زمان و امکانات وسیع داره سلامت باشین تشکر وقفه داریم زود برمیگردیم سلام مجدد آماج از در خدمت شما هستیم جناب بلخابی صاحب اشتراک هیئت امارت اسلامی افغانستان در نشست سوم دوها چه نتیجه در پای داشتیم؟ نشست چون نشست های قبلی هم بود بله نشست های قبلی دوها اگرچه که چندان موفقیتی برای برگزار کننده های اونها برای اعضای اونها نداشت سازمان ملل هم به اون نتیجه رسید که شرایط امارت اسلامی رو بپذیره اگر قرار هست که نشستش مؤثر باشه وقتی که هیئت هیئت ام... امارت اسلامی به رهبری جمهوری مجاهد تشریف بردن و شرایط امارت اسلامی پذیرفته شد این به این معنا بود که چنان که در میدان جنگ و مبارزه با اشغال امارت اسلامی پیروز شده بود وقتی که شرایط سازمان ملل میپذیره در میدان دیپلماسی هم یک پیروزی بزرگ برای امارت اسلامی و ملت افغانستان بود و بعد از شرکت کردن این هیئت محترم در اونجا مواردی را که مطرح فرمودن اکثرش را کشورهای شرکت کننده پذیرفتند. من باب مثال مبارزه <تصفح> همکاری برای مبارزه مواد مخدر یا حمایت از بخش خصوصی این موارد را که اونها پذیرفتن امیدواریم که به قول و به تعهد خود عمل کنند و اون چیزی که وعده دادن برای مبارزه و همکاری و کشت بدیل برای مواد مخدر و سایر موارد در رابطه با مواد مخدر چیزی را که قبول کردن با امارت اسلامی افغانستان همکاری کنند اگر اونها به تعهداتشون عمل بکنن پیروزی بعدی برای نظام هست اگر عمل نکنن بس عهد کردن یا حمایت از بخش خصوصی که امارت اسلامی افغانستان سرمایه گذاری و حمایت بخش خصوصی تنها مسئله بانکی رو اونها تعلل و موکولی به بد کردن بنابراین در اونجا امارت اسلامی الحمدلله موفقیت خوبی داشته و دستاورد خوبی برای ملت افغانستان بوده و در واقع این به نفع منطقه و جهان همه هست که امارت اسلامی اگر معرفی میشه موازه منطقی معقول مشروع امارت اسلامی رو اونا کارهای بنیادی باید شوه بله باید که اونا هم تمکین بکنن حقیقت رو قبول بکنن و به اصطلاح زدیت یا احیانا خصومت به خرج ندن اگر اونا تابع عقل و حقوق بشر و, و بعضا هم مسلمانان تابع شر باشند باید که صحبت های منطقی امارت و معرفی موازه به حق امارت اسلامی را بعد از اوی که پرسیدن و شنیدن و قناعت کردن بپذیرن مرحله بعدی به رسمیت شناختن علنی انشالله باشه از طرف کشورهای اسلامی اونها و بعد به تعهداتی که در رابطه با مبارزه با مواد مخدر و حمایت از بخش خصوصی کردن امیدواریم که عمل بکنند. نتیجه خوب داد نشست سیوم؟ یقینا یک پیروزی برای امارت اسلامی و ملت افغانستان محسوب میشه پیروزی به این بود که حق ملت افغانستان را اونها شنیدن و قناعت کردن و پذیرفتن و این حقی که تضیه شده بود و او را اعتراف کردن و تعهد کردن که بیش از این تزیه حقوق از ملت و دولت افغانستان را در نظر نگیرن و به وظایف انسانی بشری و کشور اسلامی اسلامیشون عمل کنن خصوصا در این دو مورد که تاکید میکنیم امید هست که اونها همکاری بکنن مبارزه با مواد مخدر و نقایص و تبعات اون که مواد مخدر یک پدیده و مشکل جهانی بود بله بله. امارت اسلام افغانستان بدون حمایت اونها مبارزه کرده و این مشکل را حل کرده و حمایت از بخش خصوصی که اونها ادعا میکنن از ملت افغانستان حمایت میکنن تعاون و همکاری و حمایت از بخش خصوصی حمایت از ملت افغانستان هست برای جناب صاحب سوال کوتاه ساخت سازه که امارات اسلامی در سه سال کرده باشه ام. در بخش های مختلف چقدر مشهور بوده امارات اسلامی افغانستان با امکانات اندک و مالیات های مردم و درامت های گمرکات که در مجموع کشور ما و شما کشور جنگ زده و بحران دیده بود و کشور ثروتمندی نبود که مالیات های انبوه گرفته شد خصوصا که اخیرا بخش مهمی از مالیات ها را امارت اسلامی اف کردن و اونایی که درآمدشون کمتر از چند میلیون بود مغازه مالیات ها... چند سال قبل که اینا باقیداری داشتن ماف شد باقیداری ها ماف شد به اصطلاح از بخش حمل و نقل و ارادجات و مترها که یک تعداد خیلی زیاد بود و از کسبه و تجار خورده و کوچیک بازار هم فرمودن کسایی که کمتر از 5 میلیون و هفت میلیون درآمد اینا باشه این هم ما از مالیات معاف باشه که در تاریخ افغانستان چنین نبوده سلامت به با گرفتن مالیات اندک امارت اسلامی پروژه های کلانی را الحمدلله شروع کرده که بعضی اونها در کشور افغانستان و حتی در آسیا کم نظیر یا بی نظیر مثل که ما شما میشنویم پروژه کانال قشتپه هست و سازی های گسترده در داخل شهر کابل ما شما میبینیم بل 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 و سرک های بین ولایت ها سرک های ها اخیرا در ولوسوالی ما که بلخوابه در طول حکومت ها در بعضی جاها و جا به اصطلاح رودخانه ها یا به تعبیر محل دریا هست جناب پول ساخته نشده بود امارت اسلامی اونجا پول می سازه. سلامت باشین جناب بلخابی سیب. وقت ما تمام است بینید ده های عزیز تلویزیون جهانی یک آماج شب به پایان می رسه. تا برنامه آینده شما را به الله پاک بینیاز می سپارون. شب روزتان بخیر